ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و امروز پنجشنبه 28 ژوئن برابر با 7 تیر ماه در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی با شما هستم. در برنامه امروز می‌شنویم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به پیشنهاد استعفا از سوی شماری از چهره‌های سیاسی گفته دولت او استعفا نمی‌دهد. دولت نیسته. اگر کسی فکر می‌کنه دولت می‌ترسه، دولت استعفا می‌کنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه. در حالی که برخی نمایندگان مجلس خانه تغییر تیم اقتصادی آقای روحانی شدند، میپرسیم آیا چنین اصلاحاتی میتواند راهگشا باشد؟ از گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت هم میشنویم که یک بار دیگر بر پایبندی ایران به تعهدات خود در قبال برجام تاکید کرده و از بحران آب در ایران هم برایتان خواهیم گفت. فعلا مشروع خبرها از فرج بالافکن. سلام و صبح بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی مطرح شدن پیشنهاد استعفا از سوی شماری از چهره‌های سیاسی گفته که دولت او استعفا نمی‌دهد. طی هفته‌های اخیر و با افزایش قیمت‌ها پیشنهاد استعفای دولت آقای روحانی مطرح شده. رئیس جمهوری ایران میگوید که سه راه در مقابل دشمنان خود دارد. به گفته او راه اول تسلیم شدن و راه دوم ایستادن در برابر آمریکاست که چنین راهی شکاف بین مردم را افزایش خواهد داد. راه سوم اینه که ما تسلیم نمیشیم در برابر آمریکا، عزت ملی و تاریخیمون رو حفظ میکنیم، آمریکا رو به زانو در میاریم در این مبارزه اراده ها. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود از اجرای قطعنامه 2231 به شورای امنیت اعلام کرد که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده. آنتونیو گوترش در این حال از ایران خواست که درباره برنامه موشکی خود به نگرانی های بین المللی توجه کند. سام فرزانه گزارش می دهد. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود درباره اجرای قطعنامه 2231 نوشته که ایران به تعهدات خود در قبال برجام پایبند بوده و انتقاد خفیفی از آمریکا کرده که با خروج از توافق هسته‌ای سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران را به مسائل دیگر غرب با ایران گره زده است. در این گزارش همچنین گفته شده که دست کم بعضی از موشک‌هایی که حوثی‌ها به عربستان شلیک می‌کنند از ایران است، اما مشخص نیست که قبل از موعد اجرای قطعنامه 2231 از ایران خارج شدند یا بعد از آن. مشروع خبرها را از رادیو بی بی سی در لندن می‌شنوید. سازمان منع تسلیحات شیمیایی با رأی اعضایش برای خود قدرت تازه‌ای در نظر گرفته. این عمده‌ترین نهاد دیدبان تسلیحات شیمیایی در جهان می‌خواهد درباره عوامل حمله‌های شیمیایی هم نظر بدهد. این تغییر به پیشنهاد بریتانیا مطرح شد، اما روسیه، ایران و سوریه با آن مخالف بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در جریان سفرش به اروپا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. آقای ترامپ ماه آینده میلادی برای شرکت در نشست ناتو و دیدار از بریتانیا به اروپا سفر خواهد کرد. زمان و مکان این دیدار امروز اعلام خواهد شد. آقای ترامپ گفته که احتمالاً این ملاقات در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار می‌شود. و سناتورهای آمریکایی در مورد اداره آینده دیوان عالی آن کشور آماده کارزار تازه‌ای شدند. این اقدام بعد از آن است که قاضی آنتونی کندی بازنشستگی خود را رسما اعلام کرد. دونالد ترامپ حالا این فرصت را یافته که ترکیب اعضای عالی‌ترین دادگاه آمریکا را از محافظه‌کار به سمت جناح راست تغییر دهد. سلام و صبح بخیر. به چشم‌انداز بامدادی پنجشنبه 28 ژوئن برابر با 7 تیر ماه خوش آمدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی مطرح شدن پیشنهاد استعفا از سوی شماری از چهره‌های سیاسی گفته است دولت او استعفا نمی‌دهد. آقای روحانی که دولتش به دنبال خروج آمریکا از برجام با مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی بازار ارز مواجه است، می‌گوید ایران تسلیم آمریکا نخواهد شد. او دیروز در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت با اشاره به تاریخ اعلام خروج آمریکا از برجام گفت: می‌گیم روز سخت، من به شما میگم هر روز از 18 اردیبهشت، هر روز ما و هر شب ما یوم قدر و لیلة القدر بوده. من شعار نمیدم اینجا، من حدیث پیغمبر رو براتون خوندم. ما امروز مرابطیم
ما در خط مقدم مرزهای ایران ایستادیم، مرز اقتصاد ایران، مرز آبروی ایران، مرز عزت ایران. ما میستیم، جانمون رو فدا میکنیم، با افتخار آبرومون رو میدیم، با افتخار. دولت میسته. اگر کسی فکر میکنه دولت میترسه، دولت استعفا میکنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه. آقای روحانی این اظهارات را در حالی مطرح کرده که به دنبال هفته‌ها بحران ارزی، بازار برخی شهرها از جمله تهران صحنه اعتراض‌هایی بوده و برخی بازاریان کسب و کار خود را به دلیل شرایط نامعلوم اقتصادی متوقف کردند. در ادامه فشارها بر حسن روحانی، پیشتر رؤسای کمیسیون‌های برنامه بودجه و اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار تغییر تیم اقتصادی او شدند. حالا آقای روحانی از جناح‌های سیاسی خواسته تا اختلافات داخلی را کنار بگذارند. او گفت اوضاع فعلی متفاوت است و باید مشاوران و کارشناسان جدیدی را جذب دولت کرد. ما باید امروز به فکر مشاورین جدید باشیم. شرایط ما متفاوته. ما امروز باید به فکر کارشناس‌های جدید باشیم. از افکار همه استفاده کنیم. وزیرش، معاون وزیرش، مدیر کلش باید احساس کنه و در عمل نشون بده که شرایط امروز با دیروز متفاوته. اگر مردم باید صرفه‌جویی کنند در شرایط جدید، ما باید شروع کنیم، دولت باید شروع کنه. حسن روحانی همچنین از تولید کنندگان و بازاریان خواست که در کنار دولت بایستند و برای اصلاح اوضاع اقتصادی جاری خواهان کار و کوشایی بیشتر شد. ما توقعات رو بیاریم پایین، همزمان تولید رو ببریم بالا. خب چه جوری میشه؟ من از مردم میپرسم، مردم عزیز، سروران ما، ولی نعمتان ما، که ما خادم شما هستیم، شما به ما بگید راه چیه؟ باید ما هممون به تولید کمک کنیم. ما همه باید به تولید داخلی کمک کنیم. امروز یک فرصت برای تولید داخلی است. وقتی ما ده‌ها قلم، صدها قلم کالای مصرفی را ممنوع می‌کنیم، یعنی ایجاد فرصت برای تولید داخلی. تولیدگران، کارآفرینان، بیایید بگید به مردم، مصاحبه کنید، دو شیفت کنید کارخونه ها را، بذارید کارگران شما رفاه بیشتر ببینن، تولید بیشتر بشه. امروز دیگه تولید دست شما نمیمونه. اگر در داخل هست زود مصرف میشه، اگر در خارج هست و صادر میکنید سود بالاتری نصیب شما میشه. خب بخشایی از سخنان حسن روحانی در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت رو شنیدیم. برای بررسی بیشتر این موضوع در ارتباط مستقیم هستیم با جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا، که از شهر تاوزن اوکس همین ایالت به برنامه ما ملحق شدند. سلام آقای دمویی، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای روحانی درخواست هایی رو که برای استعفا شده رد کرده، اگرچه صحبت از این هست که شاید در تیم اقتصادیش مثلا تغییر ایجاد بشه. به نظر شما اصلا این درخواست استعفا چقدر موجهه با توجه به کارنامه دولت و اصولا تغییر دولت و کابینه و اینها چه کمکی میتونه به حل بحران بکنه؟ خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر می‌کنم به این قضیه باید به صورت یه خود منطقی و عقلایی نگاه کرد. ببینید اون چه که الان داره در ایران میگذره باید بین حالت بحران و مشکلات ساختاری داخل اقتصاد ایران یک تفاوتی رو قائل بود. این بحث هست که حالا اگر مشکلات ساختاری نبود بحران ها به این طریق رو ما تأثیر نمیذاشت، ولی من فکر میکنم که این بحث باطلی است. ما در یک بحرانیم، ما در شرایطی هستیم که ببینید وقتی که میگیم تغییر کابینه باشه یا تغییر آقای روحانی باشه، کسی دیگه سر کار بیاد، کابینه دیگه، کدوم کابینه، کدوم مشکلات رو میخواد اون کابینه به چه طریقی دیگه حل کنه؟ ببینید ما مشکلی که داریم تو بازار ارزی ماست، میدونیم به خاطر چی اتفاق افتاده.
اگر فکر بر این باشه که باید بازار رو امروز آزاد کرد، باید ببینیم که عواقب اون چی. 75% به اصطلاح ارز مملکت از طریق صادرات نفت کسب میشه. ببینید، اینها مسائلی نیستش که با یک تغییر کابینه به اون صورت. اتفاقا در این مرحله بعضی از صحبتهایی که ایشون کردن و الان شما پخش کردید به نظر من خیلی منطقیه، به خاطر که در این حالت باید نگاه کرد ببینید که چطوری بحران‌ها رو میشه برطرف کرد، و اگه این بحران‌ها به صورتی باشه که بشه از یه طیف خیلی گسترده‌ای بیاد برای حل مشکلات، شاید این اون روشی است که باید بهش نگاه کرد. ولی در این حال باید به این مسئله هم توجه کرد که خیلی از این مسائل یک مملکت رو ممکنه بحران پذیرتر بکنه. اون یه بحث دیگه است که باید به اون هم توجه کرد، چون یه فرصتی باشه که در این گفتگوی ما به اون هم اشاره کنیم. حالا در مورد همین راه حل هایی که آقای روحانی پیشنهاد کردن میخواستم ازتون سوال کنم، منتها قبل از اون ایشون در یکی دو مورد به تاریخ 18 اردیبهشت ماه اشاره کرد، یعنی همون تاریخ به اصطلاح خروج آمریکا از برجام به عنوان آغاز دردسرهای دولت. چقدر فکر میکنید که واقعا ریشه این مشکل به این 18 اردیبهشت ماه خروج آمریکا از برجام برمیگرده؟ من بذار جوابتون رو به این صورت بدم. بحرانی که ایران درش الان مواجهه باهاش مقادیر زیادیش از تصمیم آقای ترامپ بوده. ما الان نمیخوام حتی 18 اردیبهشت رو بگم، من میخوام برگردم حتی قبل از اون. شما ببینید بعد از اینکه برجام اجرا شد تا 2015، زمانی که آقای اوباما سرکار بود و بعد آقای ترامپ انتخاب شد و بعد ایشون به ریاست جمهوری رسید، در تمام این مدت اون چی که اتفاق افتاد بین ایران و امریکا هیچ وقت در جهت در واقع جلو رفتن به خواسته ها و نظرات ایران در مورد همکاری با امریکا نبود. حتی مجلس امریکا در دوره‌ای که آقای اوباما هم سرکار بود به ادامه به اصطلاح تضییقات خودش با ایران پافشاری کرد. ایشون که سرکار اومدن، با سرکار اومدن ایشون خیلی از شرکت‌هایی که میتونستن در ایران سرمایه گذاری کنن توی یه پازی رفتن که ببینن که حالا چه خواهد شد. ببینید یک مثال، فقط یک رقم من بهتون بدم که این رسل رو مشخص‌تر بشه. ایران احتیاج به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در گاز و نفت داره و بزرگترین به طور پتانسیال تولید کننده گاز جهان میتونه باشه. چرا باید شرکت‌هایی مثل توتال و غیرزال و که اینا به ایران نیان یا بلافاصله برن؟ مشخصه. بنابراین خیلی از این مسائلشون به اردیبهشت اشاره میکنم. من میگم در تمام مدت در واقع 2 سالی که گذشته، ما هیچ وقت اون رابطه ای رو که میتونست و ایران انتظار داشت با آمریکا و دیگران داشته باشه نداشت. بنابراین در این مورد من کاملا با ایشون هم‌عقیدم. حالا اگر اینقدر فشارهای بین المللی تعیین کننده هست در این وضعیت بحران اقتصادی که الان ایران باش دست و پنجه نرم میکنه، چقدر این راه حل هایی که آقای روحانی پیشنهاد کرده میتونه مفید باشه؟ چون بیشتر راه حل های داخلیه، این که مثلا استخدام مشاوران کارشناس های جدید، تغییر شیوه مدیریت اقتصادی، ساعت کار رو زیاد بکنن و اینکه مثلا کالاهایی که وارداتشون ممنوع شده تولید کنن، اینجور کارها چقدر میتونه کمک بکنه به این مشکلی که همونطور که شما اشاره کردید بخش زیادیش ممکنه اصلا مربوط به فشار بیرونی باشه؟ سوال بسیار خوبی است. ببینید ایشون صحبتایی که میکنن در حال حاضر به عنوان یک اقتصاددان، من اینو باید تک تکش آدم گرفت شکافت نگاه کرد. به عنوان مثال اگر شما صادرات رو واردات رو قطع کنی به دلایل مختلف، من میتونم دلیلش رو بفهمم در حالت بحران که شاید در طی ماهای آینده به وجود بیاد و نشان بده کاهش شدید صادرات نفت ایران رو، معلوم نیست ولی ممکنه. در اون صورت شما یکی از معیارهایی که دارید اینی که میرید بعضی از واردات رو احتیاج ندارید وارد کنید، رو به هر حال یه اولویتی داره، یه چیزایی هست که شما باید وارد کنید به عنوان محصولات در واقع اساسی مردم و مصرف مردم، یه چیزایی هست که در اتفاق در رابطه با کار کردن بسیار از شرکت‌هایی که ایشون صحبتشون میکنه که باید زیادتر کنن، ساعت‌های طولانی‌تر کار کنن، دو شیفته کار کنن، اینا مقادیر زیادی احتیاج به واردات در واقع نیم ساخته داره. بنابراین قضیه واردات که ما قطع میکنیم به جاش بلافاصله تولیدات میبریم بالا، خیلی خوب میتونه خیلی به اصطلاح انرژیزا باشه، ولی یه مقدار زیادی پرکتیکال به صورت خیلی کوتاه مدت اثر آنچنانی نخواهد داشت. این رو باز بگم،
در یک مقطعی شما مجبورید که واردات از یه جهادی کم کنید. بحث‌های دیگه‌ای که ایشون میکنن که در مورد اینکه ما باید به اصطلاح نظرات یا راه‌های جدید داشته باشیم، به طور منطقی از شما ببینید مشکلاتی که ادامه داره، گاهی اوقات نظر گرفتن از دیگران یا حتی نگاه کردن یا بررسی کردن میتونه مفید باشه. به هر حال یک پیشنهاد خیلی کلیه که میتونه خیلی مفید باشه. معیارهای داخلی اقتصادی ایران در حال حاضر مقادیر زیادی از اون صحبتهایی که ما میکنیم برای ایجاد یک سری به اصطلاح انگیزه و انرژی و علاقه و غیرزاده که به هر حال یک رهبر مملکت، یک رئیس جمهور این رو خواهد گفت. تا چه حد بتونه مسائل ایران رو یک شبه برگردونه، بذارید من این رو یک خود دقیق‌تر بهش نگاه کنم. چیزی که ما در حال حاضر باید بهش نگاه کنیم اینه که درآمد صادراتی نفت ایران باید ادامه پیدا کنه به طریقی. بنابراین اونجا رو باید نگاه کرد که چطوری قضیه خواهد شد. یک مقدار زیادی این جو معلومی نیست. حتی امروز با صحبتایی که در مورد فشار آوردن مجلس با آقای ترامپ در مورد روابطش با چین داره، ممکن این مسائل در جهات دیگه هم وارد یک بحثایی بشه که در مورد ایران بخواد باشه. این رو باید دید. این کلید اساسی ایران در حال حاضر فروش و صادرات، یعنی ادامه صادرات و نفته. در مورد مسائل داخلی شما وقتی که ایشون صحبت دیدین میکنن که باید افزایش و صادرات ایران به وجود بیاد کالای غیر نفتی، این سوال درستی است به خاطر اینکه الان مقادیر زیادی انگیزه برای ایران است، ولی شما باید نگاه بکنید ببینید چطوری میشه افزایش پیدا کرد. آیا اون به اصطلاح باطل نگاهی که هست، مشکلاتی که هست از نظر اداری و غیر ازاله میتونن برآورده کنن؟ این به نظر من خیلی میتونه مفید باشه، میتونه این در این زمینه پیش بره. بله. خود قضیه ارز اخیرا یک بازار شناور بین بازار رسمی و بازار آزاد ایجاد شده. مکانیزم اون بازار رو باید به دقیق نگاه کنن. ببینید اخیرا وقتی که موبایل فروش ها اعتراض کردن که آقا ما نمیدونیم چه کار کنیم، چی هست؟ مسئله عدم اعتماد، مسئله ندانستن، حتی اینی که چه اتفاقی ممکنه دو هفته که بیفته. شما وقتی جنس میفروشید باید بتونید جنس هم بخرید. موقعی که ندونید که به کدوم ارز میخواهید بخرید یا عد دارید، خب بهتره که اصلا نفروشید، بذارید روش بشینید. این یه چیز خیلی ساده مشخصی که سالهای سال در خیلی اقران مختلف در کشورهای مختلف ادامه داشته و شده. بنابراین این هاست. درسته آقای نمایی، خیلی ممنون از شما. ببخشید این بحث میدونم خیلی مفصلیه، ساعت ها شاید بشه در موردش صحبت کرد، متاسفانه برنامه ما وقتش محدوده. خیلی ممنون که در برنامه ما شرکت کردید، با تشکر از جمشید دمویی اقتصاددان که از کالیفرنیا آمریکا با ما صحبت میکردن. پیش از ادامه برنامه لازم به یادآوری هست که در ابتدای برنامه دیروز چشم‌انداز بامدادی و در هنگام اشاره به همایش قوه قضاییه ایران گفته شد که این همایش با قرائت قرآن توسط سعید طوسی آغاز شده، در حالی که قاری قرآن در این همایش کریم منصوری بوده و نه سعید طوسی، که خب از این بابت عذرخواهی میکنیم. اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه که صحبت‌های حسن روحانی هست در مورد وضعیت اقتصادی در ایران و اینکه گفته استعفا نمیده. در این مورد می‌خواستم نظر شما رو هم بدونم. اگه نظرتون رو برای ما بفرستید در طول برنامه میتونیم بخونیم. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت درباره اجرا شدن قطعنامه 2231 تأکید کرده که ایران به تعهدات خود در قبال برجام پایبند است. در باره برنامه موشکی ایران اما در این گزارش آمده که کارشناسان سازمان ملل متحد اطمینان دارند که دست کم تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از یمن متعلق به ایران بوده. خبرنگارمون سام فرزانه از واشنگتن با ماست تا بیشتر در مورد این خبر بشنویم. سلام سام، این گزارش بخش‌هایش لحن مثبتی داره نسبت به ایران، بخش‌هایی که مربوط به تعهد ایران به برجام میشه. همینطوری که گفتی جلال، بعد به بخشی از اون در واقع در اون گفته میشه که ایران نه تنها پایبند بوده به تعهدات خودش در برجام، توافق هسته‌ای
ایران با 6 قدرت جهانی که خب اخیراً آمریکا از اون خارج شده، اما غیر از اون اینطور که این گزارش میگه ایران حتی بنا به پروتکل الحاقی هم حاضر شده اجازه داوطلبانه داده به بازرسان که از نقاط دیگری هم بازدید بکنن. اینجا یکی از بخشایی که لحن مثبتی داره، همینطور جای دیگری که به نامه آقای ظریف اشاره میشه، وزیر خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل که گفته بوده اگر آمریکا، که بعد از در واقع خروج آمریکا از برجام گفته بوده که ایران همچنان در برجام باقی خواهد موند، البته تا زمانی که منافع مردم ایران تأمین بشه. خب ولی در همین گزارش وقتی صحبت به برنامه موشکی ایران میرسه لحن گزارش تغییر میکنه، ظاهراً اونقدر دیگه مثبت نیست. نه نیست، اونجاها جاهایی هست که در واقع در قطعنامه 2231، چون ما میدونیم که این در واقع این گزارش بخشی از در واقع گزارش اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هست و اونجا داره در مورد وقتی مسئله موشکی رو صحبت میکنه، بحثش رو باز میکنه، میگه که عربستان در واقع مدعی بوده که 9 تا از موشک هایی که از طرف حوثی ها از یمن پرتاب شده به سمت خاک این کشور، اینها ساخت ایران بوده. سازمان ملل دبیرکل در واقع میگه که کارشناسای سازمان ملل 5 تا از بازمانده ها و اون چیزایی که بازمونده از این موشک ها اونا رو آزمایش کردن و متوجه شدن که دست کم بخشی از اونها در ایران ساخته شده. اما بلافاصله همینجا هم اشاره میکنه که این مشخص نیست آیا قبل از وضع این در واقع قطعنامه و اینها بوده که این موشک ها صادر شده به یمن یا مال قبل از اون بوده، میگه که این مشخص نیست. همینطور اشاره میکنه به ادعایی که اسرائیلی ها داشتن در مورد اینکه پهپاد ایرانی رو در سوریه ساقط کردن و اینجا دبیرکل سازمان ملل نوشته که نتونستن خود کارشناس ها از نزدیک ببینن این در واقع چیزایی که باقی مونده از این پهپاد، اما از روی عکس ها میتونن حدس بزنن که پهپادی بوده که شبیه اون رو ایرانی ها داشتن و به نمایش گذاشتن و این میتونه که ساخت ایران هم باشه. خیلی ممنون، با تشکر از سام فرزانه همکارم که از واشنگتن با ما صحبت میکرد. عمده‌ترین نهاد دیدبان تسلیحات شیمیایی در جهان حالا با رأی اعضایش برای خود قدرت تازه‌ای در نظر گرفته تا علاوه بر تحقیق درباره استفاده تسلیحات شیمیایی، درباره مسئول حمله‌های شیمیایی هم نظر بدهد. این تغییر به پیشنهاد بریتانیا بود و روسیه، سوریه و ایران با آن مخالف بودند. آن هم در میانه تنش‌های بین‌المللی بر سر ادعای استفاده از تسلیحات شیمیایی از جمله در سوریه. جزئیات بیشتر از هادی نیلی. تا کنون سازمان منع تسلیحات شیمیایی فقط می توانست در این باره اظهار نظر کند که آیا تسلیحات شیمیایی استفاده شده است یا نه، ولی نمی توانست تعیین کند که اگر این تسلیحات استفاده شده چه کسی از آنها استفاده کرده است. بریتانیا که حامی افزایش اختیارات این سازمان بین‌المللی بود، در حمایت از این تغییر استدلال می‌کرد که سازمان باید اختیارات بیشتری داشته باشد تا به عنوان مثال بتواند به حمله‌های شیمیایی مکرر در سوریه بپردازد. روسیه در مخالفت می گفت این تغییر فراتر از مسئولیت این نهاد دیدبان است. در نهایت روز چهارشنبه اعضای سازمان منع تسلیحات شیمیایی با اکثریت به نفع این تغییر رأی دادند، با 82 رأی مثبت در مقابل 24 رأی منفی. به جز روسیه، ایران و سوریه هم با این تغییر مخالف بودند. یک روز پیش از این جلسه، راب مکر سفیر بریتانیا در ایران در توییتی با اشاره به سابقه حمله های شیمیایی علیه ایران در جنگ با عراق ابراز امیدواری کرده بود که ایران از پیشنهاد بریتانیا حمایت کند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا موقع ارائه این پیشنهاد گفت که چنین تغییری منع تسلیحات شیمیایی را تقویت می‌کند و جلوی مسئولیت کسانی را که از این تسلیحات استفاده می‌کنند می‌گیرد. ادعاهای مکرر درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط حکومت سوریه علیه شورشی‌ها و غیر نظامیان در ماه‌های اخیر این مسئله تعیین مقصر را زیر توجه بین‌المللی قرار داده. در ماه آوریل آمریکا، بریتانیا و فرانسه در واکنش به حمله‌های شیمیایی ادعا شده در عملیاتی مشترک سه پایگاه حکومت سوریه را بمباران کردند.
حکومت سوریه که مورد حمایت نظامی روسیه است، بارها استفاده از تسلیحات شیمیایی را تکذیب کرده است. علاوه بر این، در ماه‌های گذشته بریتانیا روسیه را متهم کرده که در داخل خاک بریتانیا یک جاسوس سابق دو جانبه روس و همینطور دخترش را با مواد شیمیایی مسموم کرده است. این واقعه هم به تنش بین‌المللی بین روسیه و غرب بر سر تسلیحات شیمیایی دامن زد. مقام‌های بریتانیا کرملین را متهم کردند که به طور مستقیم در این حمله دست داشته است، ولی روسیه این اتهام را رد کرده. بعد از رأی اعضای سازمان منع تسلیحات شیمیایی، روسیه این سازمان را به کشتی که دارد غرق می‌شود تشبیه کرده و گفته است حالا اعضای مخالف این تغییر درباره آینده سازمان تردید دارند. خبرنگاران می‌گویند این تغییر خودش می‌تواند به عامل تازه‌ای در تنش بین روسیه و غرب تبدیل شود. هادیه نیلی گزارش میداد. در اینجا به نیمه این ساعت از چشم‌انداز بامدادی میرسیم. در نیمه بعد از بحران آب در ایران برایتان خواهیم گفت و هشدار یک نماینده مجلس در مورد خطر بروز جنگ آب در این کشور. تازه ترین اخبار رقابت‌های جام جهانی فوتبال روسیه را هم مرور می‌کنیم و البته یک مجموعه برنامه فرهنگی جدید هم داریم که از امروز هر پنجشنبه قسمتی از اون رو برایتون پخش می‌کنیم. گویا یک صحنه تئاتری در دوران اشکانیان اجرا شده از نمایشنامه‌های یونانی، ولی هیچ اطلاع دقیق و موثقی یا موجود نیست یا من بهش دسترسی نداشتم. فقط میدونم هنگام اجرای این نمایشنامه گویا سر بریده یکی از سرداران رومی رو هم میارن و به عنوان یکی از وسایل صحنه ازش استفاده میکنن. قسمت اول مجموعه برنامه کاوشی در قلمرو تئاتر را تا کمتر از 20 دقیقه دیگر میتوانید بشنوید. یک نماینده مجلس ایران درباره بروز جنگ آب در این کشور هشدار داده و گفته که جامعه در معرض فروپاشی قرار دارد. عبدالحمید خدیری نماینده مردم بوشهر در مجلس ایران با اشاره به کمبود آب در بوشهر و شهرها و روستاهای جنوبی ایران گفته که بحران آب شرایطی را به وجود آورده که مردم هر منطقه برای مقدار کمی آب به مردم منطقه دیگر توهین می‌کنند. مشکل کم آبی اما منحصر به جنوب ایران نیست و از لحاظ جغرافیایی گوشه و کنار ایران را تحت تاثیر قرار داده. از جمله تهران که استاندارش هشدار داده اگر مردم صرفه‌جویی نکنند احتمال سهمیه بندی آب وجود دارد. پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتم با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست ساکن شهر تروندهایم نروژ. نخست از او پرسیدم که آیا جنس و ماهیت خشکسالی و کمبود آب مناطق مختلف ایران یکسان است؟ ببینید، این جنس این مشکل به اصطلاح این اعتراضات فراگیری که به بحث کم آبی هست توی این هفته های اخیر رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یکیش ناشی از همون به هر حال مشکل فراگیر چند سال اخیره بحث تغییر اقلیم و بحث کم آبی و خشکسالی بلند مدت و اینها که کم آبیش مشکل همه ایران هست، به خصوص اصطلاحاً هر جایی که دور از زاگرس و البرز، یعنی ما از زاگرس که به سمت شرق میریم، از البرز که به سمت جنوب، این یک بخش از مشکله که کمابیش وجود داره برای همه جا. اما این چیزی که اخیراً بروز کرده، به خصوص اون مشکل شور شدن آب آبادان و خرمشهر مثلا من بخوام بگم، به یه سری از شهرها در شمال ایران، اون مشکلی که توی تهران بروز کرده بود توی منطقه شهریار اینها، این عمدتاً ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های شهریه، یعنی لزوماً هم ارتباطی با خشکسالی نداره. ارتباط با کمبود آب داره، کمابیش ارتباط با غلط بودن الگوی مصرف داره، اینها با اینها ارتباط داره، ولی به هر حال زیرساخت‌های شهری فرسوده است. مثلا اون مشکلی که توی خرمشهر و آبادانه، به هر حال اینکه آب شور دریا پیشروی کرده توی منابع آبی که آب شیرین شهر رو قراره تامین کنه و اینکه اون دستگاه‌های تصفیه و سیستم تصفیه تکافوی جمعیت رو نمی‌کنه، برای اینا مشکلیه که عمدتاً میشه گفت با اون با مدیریت شهری مرتبط است. مقام های ایران میگن مردم آب زیاد مصرف میکنن. مثلا استاندار تهران گفته هر خانوار این استان روزانه حدود 250 لیتر آب مصرف میکنن و از مردم میخوان که صرفه جویی کنن. آیا این مشکل با صرفه جویی میتونه حل بشه یا چقدر میتونه کمک بکنه به بهتر شدنش صرفه جویی؟ ببینید، ما اصلا موضوع آب رو خب به سه بخش تقسیم میکنیم، یعنی که آب برای طبیعت، آب برای کشاورزی، آب برای مصرف انسان. این آب شرب شهری، آب شیرین اصطلاحاً که گفته میشه، 2-4%
آب مصرفی توی کشور هست. اما خب این مهمه چون این مستقیما به نیاز انسان مربوط میشه، خیلی مستقیم تر از حتی آبی که توی کشاورزی مصرف میشه. و این یک کالای صنعتی، یعنی یک آبی رو از ده ها کیلومتر دورتر میارن، چند مرحله، مثل یک ماده خام صنعتی، این رو چند مرحله باید تصفیه کنن، روش فرآیند انجام بدن، بعد با یک با سیستم مهندسی پرخرجی این رو به دست مصرف کننده برسونن. به هر حال هم زیر ساختان رو مناسبه، هم الگوی مصرف غلطه، الگوی مصرف قطعا غلطه. یعنی نمیشه در یک کشوری مثل ایران که متوسط بارش الان دیگه بعد از این خشکسالی یک چهارم متوسط جهانیه، شهروند دو برابر الگوی مصرف جهانی، یعنی الگوی مصرف جهانی کمتر از 150 لیتر در روز، ما نزدیک 300 لیتر ما، یه شهروند تهرانی دو برابر یه شهروند لندنی مثلا آب مصرف میکنه. خب این الگوی مصرف واقعا درسته و شهروندان اگر صرفه جویی کنند به خصوص از نظر اقتصادی کمک بزرگی به دولته، چون کمک میکنه که دولت ناچار نباشه که زیرساختهای به اصطلاح پرخرج این تصفیه آب و انتقال آب شهری رو افزایش بده. سرانجام میخواستم بپرسم این هشداری که در مورد احتمال بروز جنگ آب در ایران داده شده و مسئله خطر فروپاشی جامعه و این حرفا، چقدر این هشدار رو جدی میدونید شما؟ باید ما این تعاریف رو به اصطلاح دقیق بشیم با هم. یعنی ما که میگیم جنگ منظورمون چیه، ما که میگیم ناامنی منظورمون چیه، ما که میگیم فروپاشی دقیقا چی اومد نظر داریم. ببینید شما الان یک جایی مثل بلوچستان یا سیستان، اینها هزاران سال بود آدمهای اونجا زندگی میکردن، اینها ناچار میشن مهاجرت بکنن برن به مناطق دیگری، مناطق دیگری که برن از نظر اقتصادی نمیتونن اینها رو با آغوش باز بپذیرن، اینها به تدریج ناچار میشن. به هر حال فکر کنید یک جمعیتی سنی ان، یک جمعیتی به هر حال قوم دیگری هستن، اینها باید برن یک جای دیگری، اینها این نگرانی وجود داره که با اضمحلال هویت روبرو بشن. این به هر حال میشه فروپاشی اون هویت مثلا قومی بلوچ، فروپاشی هویت قومی سیستان. خب این کمابیش توی توی کرمان، یزد، اصفهان، بختیاری، خوزستان و اینها وجود داره. بعد اینها فروپاشی دوگانه است، اینها هویتشون رو از دست میدن، اون شهرهایی که بعد اینها رو بپذیرن اونها اون به اصطلاح امنیت اجتماعی اقتصادیشون رو از دست میدن، یعنی دو جانبه است، هر دو طرف ضرر میکنن و این وسط تنش‌های بروز میکنه که این تنش‌ها ناامنی رو به اصطلاح ایجاد میکنه. اون چیزی که ما میگیم جنگ همون ناامنیه. یعنی در ایران به هر حال در خیلی جا در کمتر جایی از دنیا موضوع آب به جنگ کلاسیک منجر شده، اما قطعا به این شکلی که ناامنی و این تنش بین گروه‌های مختلف جامعه و تنش رو فضای شهری و اون مؤلفه‌ای که ما به هر حال اون مدارای به اصطلاح بخش و دیگر پذیری که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما بوده، این به تدریج مزمحل میشه و فرو کاسته میشه متاسفانه. با ناصر کرمی گفتگو میکردم، کارشناس محیط زیست در نروژ. برنامه رو با خبری دیگر از ایران ادامه میدهیم. سازمان عفو بین‌الملل میگوید حکم اعدام ابوالفضل چزایی شراکی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در 14 سالگی به قصاص محکوم شده بود، روز چهارشنبه در زندان قم به اجرا گذاشته شده. شعبه 24 دیوان عالی کشور در سال 1393 با استناد به نظر کمیسیون پزشکی قانونی که تشخیص داده بود متهم در زمان وقوع قتل دارای رشد و کمال عقلی و قدرت درک ماهیت عمل انجام شده بوده، حکم اعدام را تایید کرده بود. این در حالی است که یک دادیار دیوان عالی در مرحله تجدید نظر تشخیص داده بود که متهم اگرچه دارای بلوغ شرعی است ولی بلوغ و رشد عقلی او مورد تردید است. ایران، پاکستان، عربستان سعودی و یمن از معدود کشورهایی هستند که نوجوانان محکوم به قتل را اعدام می‌کنند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن، می‌گوید صدور این حکم با تعهدات بین‌المللی که ایران امضا کرده در تناقض است. ابوالفضل چزانی شراحی به اتهام قتل با چاقو در طی یک نزاع جمعی در سن 14 سالگی محکوم به اعدام شد. این حکم توسط دادگاهی در قم صادر شد و متعاقباً توسط دیوان عالی کشور تایید شد. استناد هر دو دادگاه به نظریه پزشکی قانونی بوده که اعلام کرده بود این کودک در سن 14 سالگی از رشد و کمال عقلی کافی برای درک
اعمالش دارا بوده و بنابراین سزاوار مجازات اعدامه. چنین حکمی برخلاف اصول پایه‌ای قوانین بین المللیه که صدور مجازات اعدام علیه افراد زیر 18 سال رو مطلقا ممنوع میکنه، با علم به این دریافت جا افتاده در بین تمام جوامع حقوق بشری و علمی که فرد زیر 18 سال از رشد و کمال عقلی مساوی با بزرگسال برخوردار نیست و بنابراین افراد زیر 18 سال هیچ وقت نباید با مجازات هایی همانند مجازات بزرگسالان روبرو بشن. جای تأسفه که نظام قضایی ایران به همراه پزشکان پزشکی قانونی همچنان افراد زیر 18 سال رو دارای رشد و کمال عقلی اعلام میکنن و برای اونها مجازات اعدام صادر میکنن. در چنین وضعیتی که کودکان در واقع کاملا بی‌پناه هستند در نظام قضایی ایران، تنها شانس نجات اونها اطلاع رسانی. متاسفانه در پرونده آقای چزانی خانواده ترس از اطلاع رسانی داشته و اعدام او در بیخبری مطلق صورت میگیره و این در مقایسه با پرونده هایی که در این سالها در اثر تلاش های حقوق بشری منتهی به نجات جان محکومان نوجوان شدن نشون میده که تا چه حد متاسفانه اطلاع رسانی و پیگیری های حقوق بشری فرق بین مرگ و زندگی برای محکومان نوجوان در ایران شده. رها بحرینی بود، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در لندن. در ادامه برنامه توجهتون رو به چند خبر کوتاه از ایران جلب می‌کنم. رهبر جمهوری اسلامی ایران از اعدام محمد سلاس درویش گنابادی دفاع کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های قوه قضایی گفت تبلیغات علیه این قوه بگونه است که یک به گفته او قاتل بیرحم که در یک فرایند قانونی و منصفانه به جرمش رسیدگی شده مظلوم جلوه داده می شود. محمد سلاس به اتهام زیر گرفتن 3 مأمور پلیس با یک اتوبوس محاکمه و به اعدام محکوم شد. وکیل و خانواده او گفتند که او راننده آن اتوبوس نبوده و چند ساعت پیش از آن بازداشت شده بوده است. رئیس سازمان بازرسی ایران گفته در طرح پیش فروش سکه طلا یک شهروند 31 ساله بیش از 38 هزار سکه به ارزش 53 میلیارد تومان خریده. بانک مرکزی در مقاطع مختلف برای کنترل بازار ارز سکه پیش فروش کرده ولی محدودیتی برای سقف خرید نگذاشته است. رئیس سازمان بازرسی گفته باید کاری کرد که افراد صرفاً به دلیل ثروتمند بودن نتوانند با معاملات سنگین بازار را به هم بزنند. و به گزارش خبرگزاری کار ایران، محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درباره شایعه لغو ارز مسافرتی گفته گاهی اوقات ممکن است بانک مرکزی تصمیم‌هایی بگیرد که ما در جریان آن نباشیم، ولی تا این لحظه چنین خبری به ما ابلاغ نشده و این موضوع هنوز در حد شایع است. بانک مرکزی اواخر فروردین ماه با تغییر در مقررات ارزی خرید و فروش در صرافی‌ها را نیز ممنوع کرد و این مسئولیت را به صورت محدود به برخی بانک‌ها سپرد. بر این اساس ارز مسافرتی برای یک بار در سال به میزان 500 یورو برای کشورهای مشترک المنافع و هم مرز غیر از عراق عربستان و سایر کشورها حد اکثر 1000 یورو تعیین شده که از طریق شعب ارزی در فرودگاه‌های بین‌المللی امام خمینی، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز پرداخت می‌شود. خب پیش از این که همراه با فرج بالفکن نگاهی به روزنامه‌های امروز به چاپ تهران بندازیم، چند تا از پیام‌هایی که در طول برنامه به دستمون رسیده در مورد صحبت‌های آقای روحانی براتون بخونم. ناصر نوشته که استعفا مشکل اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه بدتر می‌کند. راهکار اصلی کار بیشتر، افزایش تولید و مدیریت درست بازار ارز و تأمین نیازهای مردم و مبارزه جدی با فساد و فقر است. حسن هم نوشته استعفای دولت و یا تغییر کابینه تضمینی برای رفع مشکلات اقتصادی نیست. تنها راه بیرون رفت از باتلاق گرانی و مشکلات اقتصادی تعامل سازنده و دوستانه با کشورهای همسایه و آمریکاست. حامد نوشته اما دولت روحانی اگر استعفا می کرد آبرومندانه تر بود، چون عملاً دولت کاری از دستش بر نمی آید ولی سبب همه این مشکلات شناخته می شود، در حالی که مشکلات پیش آمده با کارهای بیمسئولیت دولت در دولت در سایه می باشد که بیشتر از منافع ملی به فکر منافع شخصی خود و خواص و منافع استراتژیک و ایدئولوژیک خودشان است. خب این چند تا از نظرهای شما، اما بریم سراغ روزنامه های امروز صبح چاپ تهران.
ببینیم که فرج برامون چه مطالبی رو از چه روزنامه‌هایی انتخاب کرده. خب بررسی روزنامه‌های پنجشنبه رو بدیم تماما به همین مشکلات اقتصادی. اول از اعتماد صدای مردم رو بشنوید، بعد روزنامه ایران، جنگ اقتصادی، هوشمندی سیاسی و اقدام عمل انقلابی. در ادامه روزنامه ایران رو ببینیم که عنوان سرمقالش یک پارچگی باطل و سحر مکر دشمنانه. بعد روزنامه شرق گزارشی داره در مورد جوانی که یک شبه سود 100 میلیارد تومانی به دست آورده. و سرانجام اگه وقتی بود طراحی مکانیزمی برای حفظ برجام اروپایی از روزنامه دنیای اقتصاد. خب فرض شروع کنیم با روزنامه اعتماد که گفته صدای مردم رو بشنوید. مرتضی حاجی در این روزنامه نوشته که استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی جدی‌تر شده و تعداد امضاهاش هم به 72 عدد رسیده. نمایندگان مجلس در این حال با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از او خواستند که بخش اقتصادی کابینه رو ترمیم کنه. به نظر آقای حاجی اگه فقط به رفتن چند نفر و اومدن چند نفر دیگه اکتفا کنیم، ممکنه که این اقدام یک مسکن کوتاه مدت و کم اثری باشه، اما بعیده که اثر بلند مدتی هم داشته باشه. با این حال ترمیم کابینه به اعتقاد آقای حاجی از طرف رئیس جمهوری یا با رویکرد استیضاحی نمایندگان این پیام رو به جامعه منتقل میکنه که دولت، رئیس جمهوری و نمایندگان صدای اعتراض مردم رو شنیدن. صحبت از ترمیم یا استیضاح اثر مثبتی در افکار عمومی خواهد داشت، اما به توجه کرد که این اثر مثبت اگر به کشف ریشه منتهی نشه و خونسا کردن اون رو در پی نداشته باشه موقت و کوتاه و احتمال تکرار چنین شرایطی باز هم وجود خواهد داشت. و روزنامه کیهان به نظر میرسه که باز هم از دولت انتقاد میکنه. این کاریه که هر روز میکنه. ابراهیم کارخانه این نماینده سابق مجلس در سرمقاله کیهان نوشته که بدون شک عامل اصلی گرانی افسار گسیخته سکه و ارز فقدان برنامه ریزی و استراتژی صحیح و مبتنی بر مصالح ملی از طرف دولت در این حوزه است. به نوشته این مقاله عقل اقتصادی و سیاسی حکم میکنه که اگه قرار حجم عظیمی از سکه به بازار عرضه بشه، قطعا این اقدام باید بر پایه منافع ملی و اتخاذ برنامه جامع و هدفمند و با اعلام سقف مشخص و محدود برای هر فرد و در جهت تحکیم ثبات ملی و امنیت اقتصادی برنامه ریزی و اجرا بشه. آقای کارخانه‌ای در کیهان نوشته در حالی که اقتصاد و سیاست دو رکن اصلی و تفکیک ناپذیر از هم دیگن، نقطه عطف برنامه ریزی اقتصادی و سیاسی کشور توسط کدام دستگاه رصد و برنامه ریزی میشه؟ مدیران ناکارآمد، ضعیف، خسته و اشرافی به تعبیر سرمقاله کیهان ناخواسته در زمینی بازی میکنند که قواعد بازی اون رو دشمن نوشته. و روزنامه ایران در این سرمقاله‌ای که انتخاب کردی روی بحث خروج آمریکا از برجام روی این بُعد مشکل اشاره کرده. بله، یه اشاره میکنه حسین واله در سرمقاله روزنامه ایران که خروج ترامپ از برجام تلاطمی رو کلید زد که پیشتر هم انتظارش میرفت. در سطح بین‌المللی جای آرایش قوای سنتی رو اردوکشی تازه‌ای گرفته که هنوز ابعاد اون به طور کامل آشکار نشده و فرجامش هم نامعلومه. به نظر نویسنده مقاله ایران در این حال مواضع متضاد جریان‌های سیاسی در داخل کشور در قبال این رخداد بیش از هر چیز گونه‌ای سراسیمگی غریب رو به نمایش گذاشته که از دید یک ناظر مستقل نه تنها مایه شگفتی و بلکه تأسف هم هست. و روزنامه شرق پرداخته به ماجرای این جوان 31 ساله‌ای که گفته میشه بیش از 38,000 تا سکه طلا خریده، که انتقاد روزنامه کیهان هم داشت. بله، شرق در گزارش نوشته که ماجرای سودهای چند برابری از شرایط تازه حاکم بر بازار همچنان ادامه داره. رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که یک فرد 31 ساله با خرید 38,250 سکه بالاترین سهم رو عرضه سکه توسط دولت داشته، اقدامی که با هدف جذب نقدینگی صورت گرفته. اما جزئیات فروش این سکه ها نشون میده که سکه های پیش فروش شده بدون اصل عدالت بین چند دانه درشت بازار توزیع شده و طبق محاسبات روزنامه شرق برای این جوان سودی 100 برابری داشته و سرمایه او را از این منبع به 100 میلیارد تومان رسونده، وضعیتی که به گفته برخی از کارشناسان دست نامری بازار را در میان رانت ها و دسترسی تعداد اندکی از مردم به منبع سود خالی از معنا کرده. و دست آخر روزنامه دنیای اقتصاد و طرح مکانیزمی برای حفظ برجام اروپایی.
خیلی خلاصه بگم که مهدی نصرتی در سرمقاله این روزنامه نوشته که تا چند روز آینده ظاهرا قرار اروپا وسیله پیشنهادیش رو برای حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام ارائه کنه، اما در داخل کشور امیدی چندانی به اروپا وجود نداره. همزمان برخی از رسانه‌های دشمن به نظر آقای نصرتی با خوشحالی عنوان می‌کنن که میزان اثرگذاری خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها فراتر از تصور اولیه اونها بوده. در این حال به نظر میرسه که در اینجا هم با نوعی انفعال مواجه باشیم. خب این هم از روزنامه ها. بریم سراغ دنیای ورزش. خب تازه ترین اخبار جام جهانی فوتبال روسیه رو وقت شد که بشنویم از پوریا جعفری. برای آخرین بار در پوشش بی بی سی فارسی در جام جهانی 2018 از شهر مسکو با شما هستیم. صدایی که میشنوید طرفداران تیم برزیل و بعضی طرفداران صربستان هستند که بعد از بازی که اینجا داشتن، برزیل به عنوان سرگروه به مرحله بعدی میره و خب اونجا با مکزیک روبرو میشه، گربه سیاه خودش. میرسیم به مسابقه اون گروه. در بازی برزیل فوق‌العاده عمل کرد این تیمی که در جام جهانی قبلی میزبان بود و خوب نتیجه نگرفته بود، و در بازی دیگه همین گروه سوئیس و کاستاریکا 2-2 مساوی کردن. به این ترتیب صربستان حذف میشه، کاستاریکا که حذف شده بود قبلا، و برزیل به همراه سوئیس به مرحله بعدی میرن. اما زودتر از این مسابقه ها دو بازی دیگه برگزار شد بین تیم های آلمان و کره جنوبی، در حالی که آلمان فقط به یک پیروزی احتیاج داشت که بتونه خودش به مرحله بعدی برسونه. با نتیجه 2-0 در عین ناباوری با دو گلی که در وقت های تلف شده زده شد از کره جنوبی شکست خورد. آلمان مدافع عنوان قهرمانی کنار میره از دور مسابقه ها. این بزرگترین خبری هستش که در جام جهانی، بزرگترین شگفتی که تا اینجای مسابقه ها اتفاق افتاده. و البته تیم مکزیک با وجود شکست 3-0 جلوی تیم سوئد، همراه سوئد به مرحله بعدی میره. سوئد با سوئیس روبرو خواهد شد و مکزیک با برزیل. کلن از بین تیم‌های آسیایی و آفریقایی همه ناموفق بودن و بعد ببینیم که در بازی‌های امروز چه خواهد شد. وقتی که ژاپن بازی می‌کنه، تیمی که تا اینجای کار 4 امتیاز گرفته، و همینطور سنگال هم خیلی خوب عمل کرده، اون تیم هم 4 امتیاز گرفته و لهستان از این گروه حذف شده. بنابراین اگر که ژاپن و سنگال بتونن کاری رو انجام بدن، میشه گفتش که یکیشون که البته 100% بالا خواهد رفت، ولی که بالاخره یکی از تیم‌های آسیایی و آفریقایی بهتر از ایران عمل کرده. اما بریم سراغ ایران. واقعا عجیبه که جنجال بزرگی برپا شده با واکنش باشگاه پرسپولیس. صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که گفته 100% کارلوس کیروش رو نگه خواهد داشت، و البته در نهایت یک خبر شوکه کننده روی اینستاگرام رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم ملی که تنها گل ایران رو در جام جهانی 2014 زده بود، منتشر شد. رضا قوچان نژاد گفته که از تیم ملی کنار میره. در طول این بازی ها 1 دقیقه هم بهش بازی نرسید، و خب با اخلاقی که از کارلوس کیروش سراغ داریم، مشخصا دیگه تا موقعی که کیروش مربی باشه به قوچان نژاد احتمالاً دیگه بازی در تیم ملی نخواهد رسید. یعنی کیروش دیدیم که با مسائل مشابه با بازیکنایی مثل هادی عقیلی و مهدی رحمتی چه واکنشی داشته، ولی خب این خبرم برای کارلوس کیروش خوب نیستش، چون الان با این جنجالی که در ایران به پا شده، خیلی ها به دنبال این هستن که فدراسیون فوتبال عضو کیروش رو بخواد. اما به نظر میاد که همچنان محبوبیت زیادی داره در بین مردم، و همینطور فدراسیون فکر میکنه که بهترین راه برای قهرمانی در جام ملت‌های پیش رو تمدید کردن قرارداد با کارلوس کیروش، که البته خودش این قرارداد 6 ماهه رو خیلی مد نظرش نیست، بیشتر قرارداد 4 ساله میخواد که تا جام جهانی 2022 با ایران بمونه. خب همونطور که قول داده بودم، این ساعت از برنامه رو با یک مطلب فرهنگی به پایان میرسونیم. میگویند نمایش از آغاز پیدایش بشر وجود داشته، اما تا این نمایش به تئاتر به معنای امروزی آن برسد، زمان زیادی را پشت سر گذاشته. و
برنامه کاوشی در قلمرو تئاتر که بخش اول اون رو این پنجشنبه شروع می‌کنیم، ضمن که مروری دارد بر تاریخ نمایش از تعزیه نمایش‌های تخت حوزی و سیاه‌بازی تا آغاز نهضت ترجمه در دوران مشروطیت، به تئاتر معاصر ایران و گروه‌های تئاتری مهاجر و خارج از ایران هم می‌پردازد. این مجموعه برنامه را الهه خوشنام تهیه کرده، بخش اول اون رو بشنویم. کاوشی در قلمرو تئاتر. یونان را مهد تئاترهای تراژدی و کمدی در جهان می‌دانند. ایرانیان نیز در دوران باستان با فلسفه و تمدن یونان آشنایی داشتند. بوتیقای ارسطو را بیشتر به صورت شعر می‌خواندند و می‌شناختند، اما از اجرای نمایشی آن خبری نبود. یکی دو قرنی زمان می‌خواست تا ایرانیان قلتکی در این گهواره هنری بزنند و نخستین نمایشنامه یونانی را در سرزمین خود به اجرا درآورند. محسن یلفانی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر مقیم فرانسه، از این نخستین اثر نمایشی در دوره اشکانیان می‌گوید. گویا یک صحنه تئاتری در دوران اشکانیان اجرا شده از نمایشنامه های یونانی، ولی هیچ اطلاع دقیق و موثقی یا موجود نیست یا من بهش دسترسی نداشتم. فقط میدونم هنگام اجرای این نمایشنامه گویا سر بریده یکی از سرداران رومی رو هم میارن و به عنوان یکی از وسایل صحنه ازش استفاده میکنن. شاید به همین علت بوده که این اجرای نمایشی در تاریخ ایران باقی مونده. جدا از معرکه‌گیری ها و قوالی ها که از روی شاهنامه یا به تقلید از آن بازخوانی می شده است، از خیمه شب‌بازی نیز به عنوان یکی از صحنه های نمایشی در ایران نام می برند. اردوان مفید، بازیگر و کارگردان تئاتر، نشانه های آن را در شعر شاعران کلاسیک آن دوران بازگو می کند. برکه بیگردیم تو تاریخ نگاشته شده ما شاهنامه رو داریم، قبل از اون در دوره سامانیان ما رودکی رو داریم، در اشعارش متوجه میشیم، در نمایش های شاهنامه متوجه میشیم، اما یکی از معتبرترین منافقی که ما رو میبرن سر نمایش های خیم شبازی بوده است در دوران خودش. این حدود 1000 سال پیشه، یعنی خیام 100 سال بعد از شاهنامه، بعد از فردوسی دست به قلم میبره. میگوید که ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتیم نه از روی مجاز، بازیچه همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. تعزیه اما مهمترین اثر نمایشی باقی مانده است که در دوران حکومت قاجار در ایران رونق و رواج بسیار پیدا کرد. اوج شکوفایی تعزیه در ایران به دوران ناصرالدین شاه و پس از سفر او به فرنگستان و دیدن تئاترها و اپراهای فرنگی باز می‌گردد. تکیه دولت با انواع لژهای گوناگون در آن دوران شاهدی است بر این ادعا. دوام آن تنها 10 شب در سال بود و هر بار در آن قهرمان قصه را می کشتند. کشتنهای یکسان و با یک شیوه و تحلیل. بیژن مفید، نمایشنامه نویس و کارگردان، می گوید من به شدت زیر تاثیر تزیه قرار گرفتم و حتی زار گریه کردم. من تعصب مذهبی ندارم و مسائل تزیه برام واقعا مطرح نیست، اما به عنوان یک بیننده تراژدی رو واقعا حس می کنم. حادثه واقعا اتفاق میفته. تکنیک تزیه های ما به قدری دقیق و حساب شده است که نتیجه کار یه چیز کامل و خالصی از کار در میاد که هیچ مویی لای دستش نمیره. فکر میکنم حتی یه فرنگی هم میتونه از تزیه لذت ببره، مشروط به اینکه زبان فارسی رو بلد باشه. بهمن فارسی، نمایشنامه‌نویس به نام ما، اما نه تنها جنبه های نمایشی تزیه را ضعیف میداند، بلکه اشاره‌ای هم به تأثیرگذاری آن ندارد. اما همین تعزیه آنچنان احساسات مذهبی مردم را برمی‌انگیخت که گاه با پرتاب سنگ و
گفتن فحش و فضیحت انزجار خود را از شمر، یزید یا معاویه ابراز میکردن. در یکی از همین تعزیه ها تماشاگران برانگیخته پس از اجرای نمایش به دنبال شمر ابن زجوشن به کوچه ریختند و شمر بینوا برای فرار از دست مهاجمین از دیوار خانه خود را به سوی دیگر پرتاب کرد. پایش شکست اما سرانجام جانش را نجات داد. در کنار تعزیه ما نمایش روحوزی یا تخت حوزی را داشتیم که تنها برای سرگرمی و مجالس جشن و سرور، عروسی و ختنه سوران و زایمان در برونی ها و اندرونی های خانه ها به اجرا در می آمد. سیاه بازی نیز جزئی از نمایش محسوب می شد که مردم برای دیدار سیاهان معروف و حرفه‌ای سر و دست می شکستند. مهدی مصری، سعدی افشار، مرتضی احمدی و بسیاری دیگر از سیاهان از صحنه‌های خانگی شروع کردند و به سن تئاترهای خیابان لاله‌زار ریاه یافتند و به شهرت رسیدند. تئاتر جدی در کار نبود. یا گریه و زاری و شیون بود برای امام حسین و حضرت ابوالفضل و سایر قهرمانان مذهبی، یا شوخی و خنده و مضحکه بود برای گذران ساعات